سوال این خواهر بزرگوار هم اینه، خیلی قشنگ نوشتن، گفتن آقا زمان حضرت زهرا سلام الله علیها عرف جامعه فرق داشت، الان همین که ما دوست پسر نداریم، چادری هستیم و نماز میخونیم برامون خیلیه. آقای رائفی پور، مثلا بعضی وقتا تو تفریحات مجبوریم با مانتو باشیم و موسیقی گوش کنیم و از اینجور صحبتها، آیا عرف جامعه برای ما در آینده در روز حساب کتاب یک راه فراری خواهد بود؟ میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما دینداریمون کج و کل است. ما اساسا بخشایی از دین رو میپذیریم که سخت نکنه کارو برای ما. جسارتا این آیه قرآن چی میشه؟ ولا یخافون لومت لائم، که از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراسی ندارن. این آیه در مورد قوم برگزیده آخر الزمان است. به درک داره مسخرم میکنه. من جواب او رو باید بدم یا جواب خدا رو بدم؟ میدونید ماها خیلی زیاد هستیم، اما چون هممون اینجوری فکر میکنیم نمیتونیم یه فرهنگی رو تغییر بدیم. اون کسی که 20 سال پیش با یه سر و وضع خاصی اومد تو خیابون، اون موقع کم نبود؟ چرا نترسید؟ نه، ظاهرا اون برای هدفش محکم بود، ما برای هدفمون سستیم. ما همیشه نگرانیم که توسط مردم چگونه قضاوت میشویم. آره منم مثل بقیه همکلاسیان باشم که بهم نگن امله. ای دوست پسر نداری؟ دوست دختر نداری؟ بدبخت بیچاره امولی. بگم به درک. نخو نمیتونم. باشه. تو مبنات میزانت نه امیرالمومنین از زهرا همین رفیقته. حالا با هم محشور میشه اونور. میدونید دیگه آدم با کی محشور میشه؟ با اون کسی که دوستش داره. مبنامون کیه؟ رفتی تو اروپا زندگی کردی، عرف جامعه اینه گوشت خوک میخورن. خب بخور دیگه شما. یه قدیما ما بچه بودیم، تفریح ما این بودین عکسای آدامس و این کارتا و اینجور چیزا بودیم، مثلا عکس بازی میکردن اینطوری، جز نوستالژی های به قول دهه 60 هاست. یه روز یکی از این اقوام اومد خونه، رفتم بهش گفتم توی شکلات خوری داشتیم این عکسا رو دیگه، مثلا یه کلکسیون خیلی کاملی جمع کرده بودم از فوتبالیستای اون موقع، هریستو استویچ گفت اسمشون هم یادم مونده، نگاه کن این چیکار. یه برگشت گفتش که خب که چی؟ حالا یه نفر میتونه مثلا پولدار باشه بره ده بسته آدامس بخره همه این عکس ها رو در بیاره توش. باریکلا به اون که عکسش تو جیب توه، به جای این کارا برو یه جور زندگی بکن که مردم عکس تو رو بذارن تو به قولی تو جیبشون. مثل تختی زندگی کن، بعد 40 ساله 50 ساله تو هر شهری یه ورزشگاه اسمش تختیه. ای چون مدال طلا گرفت خیر، عبدالله موعد مدالاش خیلی بیشتره، چون مرد بود. زمان زلزله بوئین زهرا بود کجا بود؟ یه کیسه دستش ورداشت تو بازار تهران چرخید پول جمع کرد. و اگه من تختی آبرو دارم الان باید به درد مردم بخوره، نه فلان لباس رو تنم کنم، فلان ماشین رو ببینم، بیام چرخ بزنم، آه مردم پشت سر زندگی من باشه. اومدم از توی این شکلات خوری این عکس ها رو برداشتم، خونمون طبقه دوم بود، این بچه ها داشتم فوتبال بازی میکنن، صداشون کردم گفتن چی میگی؟ گفتم بیا همه رو اینجوری ریختم تو خیابون. افردا بهم گفت این دیوونه است، این همون دیوونه است عکساش همه رو اومد پخش کرد. بگن تو برای مردم داری زندگی میکنی؟ یه سوالی ازت دارم، بخوای برای مردم زندگی بکنی باید به تعداد آدما اخلاقتو عوض کنی. هر کسی یه سلیقه‌ای داره. یعنی سوال اولم اینه چند مدل می‌خوای زندگی کنی؟ سوال دومم وقتی به بدبختی خوردی، به بیچارگی خوردی، به بیپولی خوردی، اون مردم کجا؟ نه این حرف نه اسلامیه، نه شرعیه، در واقع نه عقلانیه. یعنی اصلا لازم نیست طرف دین داشته باشه، عاقل باشه برای خودت زندگی کن، با آینده خودت فکر کن، به درک بذار مسخره کنن. مگه اونا کیان؟